توی 1402 هست و اومدیم با هم موزه زمان رو ببینیم که یکی از جالب ترین موزه‌های تهرانه. این موزه اولین موزه ساعتی ایران هست که داخل یکی از خونه های قدیمی با معماری خیلی زیبا و جالبی قرار گرفته. خود موزه سال 1378 تأسیس شده اما سال 1382 ثبت ملی شده. موزه مساحت کلیش حدودا 5000 متر مربع است اما زیربناش 700 متره. قدمتش حدودا 80 سال، یعنی بیشتر از 80 ساله و پیشینه خود باغ به دوره قاجار برمی‌گرده. همونجوری که از سردر ورودی دیدیم اینجا موزه زمان یا تماشاگاه زمانه. این موزه به عنوان اولین موزه ساعت در ایران داخل یکی از خونه های قدیمی تهران سال 1378 افتتاح شد. وقتی که از در ورودی باغ اومدیم داخل، اگه شما هم مثل من اولین چیزی که نظرتون رو به خودش جلب کرد سرسبزی و درخت های بلند و قدیمی باغ بود، پس بیان که داستانش رو براتون بگم. این باغ بخشی از زمین‌های باغ فردوس بوده. صاحبشون مویرالممالک بوده و ایشون داماد ناصرالدین شاه می‌شده. بعد از مرگ مویرالممالک این باغ به پسرش میرسه. پسر مویرالممالک درختای این باغ رو برای استفاده توی کوره‌های اطراف تهران قطع می‌کنه. تا اینکه عبدالله خان منصور اینجا رو سال 1304 میخره و تا سال 1346 اینجا دست وارثاش بوده و بعد از اون آقایی به اسم حسین خداداد اینجا رو میخره. وقتی حسین خداداد اینجا رو خرید، داخلش یک عمارت یه طبقه خشت و گلی بود و این آقا میگه که اون عمارت رو براش مرمت کنن و بجز مقاومت سازی ساختمان یه طبقه دیگه هم بهش اضاف میکنن. تا اینکه سال 1345 حاج عبدالکریم نوید تهرانی به همراه 400 نفر دیگه کار گچبری ساختمون رو شروع میکنن و تا سال 1356 این کار طول میکشه. البته باید بگم که گچبری های واقعا بی نظیری هم داره. برای خود من وقتی که اولین بار اینجا رو دیدم یه حسی شبیه به خونه های فانتزی رو داشت. خلاصه اینکه حسین خداداد که صاحب این خونه بود فقط یک سال تونست اینجا زندگی کنه و قبل از انقلاب به امریکا رفت و بعد از انقلاب سال 1357 این خونه مصادره شد. خارجی آشنا بشیم که از کشورهای مختلفی مثل سوئیس، انگلیس، آلمان، فرانسه هست. یکی از جالب ترین چیزایی که اینجا بیریم با هم میبینیم ساعت آفتابی ناصرالدین شاه است و همینطور با وسایلی آشنا میشیم که با اونا ساعتهای قدیمی رو تعمیر میکردن. میشه با دیدن ساعت‌های متفاوت سفری به زمان داشته باشیم، چون که ساعت‌های با دوره‌های مختلف و کشورهای مختلف اینجا جمع شده.
مثلا توی طبقه اول ساعت‌های قدیمی اروپایی از قرن 17 تا 20 رو می‌بینیم. اینجا از ساعت‌های مکانیکی، کوکی، شاهینی، آونگی، رومیزی، دیواری تا ایستاده رو میشه دید که هر کدومشون خیلی هنرمندانه و خاص تزیین شدن. حتی بعضی از ساعت‌ها تلفیقی از هنرهای مختلفی مثل مجسمه‌سازی، میناکاری و محرق‌کاری با ساعت هستن. بعضی از همین ساعت‌ها جزو اموال شخصی چهره‌های سرشناس بودن یا اینکه از طرف سیاستمدارا توی سفرهای خارجی هدیه گرفتن. یکی از ساعت‌های مهم این موزه ساعت تاخچه‌ای است که به سال 1313 برمی‌گرده. این ساعت در غورخانه تهران ساخته شده و تزئینات اون حکاکی تصاویری از پهلوی اول هست. و ساعت دیگه ای که باید براتون بگم ساعت تاخچه‌ای یا رومیزی هست که ساخت کشور فرانسه است و از جنس برنز با روکش آب طلا است. این ساعت قدمتش به قرن 19 میلادی برمیگرده و جزء ساعت‌های کوکی و فنری هست، یعنی که باید ماه به ماه کوک بشه. و اما نکته جالب این ساعت اینه که روی ساعت پیکره هومر هست که شاعر حماسه سرای یونانی بوده و به سبک لویی 16 این ساعت طراحی شده.
از ساعت‌ها هر چقدر که بگم واقعاً کمه، انقدر که اینجا ساعت‌های خوشگل و با اصالتی می‌بینیم. اما باید براتون از اتاقی بگم که به اتاق اصفهانی‌ها معروف هست و در واقع شاهنشین عمارت به حساب میاد. بازسازی این اتاق به تنهایی از سال 1353 تا سال 1356 زمان برده. به اینجا اتاق اصفهانی‌ها میگن، چون برای طراحی اون از کاخ عالی قاپو ایده گرفتن و طرح سقف اتاق شبیه به فرشای اصفهان هست و البته همین سقف برای ساختش 99% مس و 1% طلا استفاده شده و طرح دیوارای اون به دوره صفوی برمیگرده. وقتی وارد طبقه دوم میشیم، اولین چیزی که توجهمون رو جلب میکنه ویترین مدوری است که داخلش ابزار تعمیرات ساعت قرار داره و بین اونا چاقوی ساعت سازی، آچار ساعت سازی، عقربه کش، سوزن روغنزنی، سنبه و سنبدان، ابزار باز کردن قاب پشت ساعت، چفت، سوهان، چکش، تاخکشی و خیلی از ابزارهای دیگر رو میبینیم. توی این طبقه ساعت‌های مچی، جیبی و ساعت‌های سفارشی زیادی هست. حتی ساعت ثبت زمان و ساعتی که ساخت شرکت سیمپلکس امریکا بوده و به راه آهن تعلق داشته. این ساعت این شکلی کار می‌کرده که کارمندای راه آهن موقع ورود و خروجشون کارتی که داشتن رو از سوراخ جلوی ساعت می‌بردن داخل و شماره روی کلید و زمان روی نوار کاغذی داخل دستگاه ثبت می شده. از ساعت‌های مهم دیگه این طبقه ساعت آفتابی ناصرالدین شاه، ساعت احمد شاه و ساعت مظفرالدین شاه هست که همه‌شون به دوره خاندان قاجار برمی گرده. و البته آخرین اتاق این طبقه ساعت‌هایی رو داره که همه‌شون به چهره‌های سرشناس معاصر تعلق داشته. چهره‌هایی مثل جمشید مشایخی، دکتر حسابی، داوود رشیدی، مصطفی رحمان دوست و خیلی از افراد دیگه که اینجا اسمشون و ساعتاشون رو با هم میبینیم. ساعت‌های داخل حیاط خیلی جالب و دیدنی‌اند. ساعت‌های مثل ساعت آفتابی که به 5500 سال پیش برمی‌گرده و این ساعت اینجوریه که وقتی آفتاب بهش میتابه، سایش روی سطح افقی می‌افته و این شکلی زمان مشخص می‌شده. این مدل ساعت تا قرن 18 میلادی در اروپا استفاده می‌شده. ساعت‌های دیگه‌ای که توی حیاط هست شامل ساعت آبی مکانیکی، ساعت روغنی، ساعت تنابی، قایق اژدها، ساعت شمعی و ساعت شنی میشه. حالا شما توی کامنت‌ها برام بنویسید که می‌دونید این ساعت‌ها به چه دوره‌ای برمیگرده و یا اینکه اصلاً چطوری کار می‌کنن؟ Thank you.
همراه با من از دیدن این موزه لذت برده باشید و لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه هم برام پایین بنویسید که دوست دارید جای بعدی که با هم ببینیم کجا باشه.